سخن هفته. هموطنان گرامی سلام، نام من نور احمد خالدی است. با برنامه سخن هفته تازه در خدمت شما هستم از طریق کانال یوتیوب NAK 1950، که به جز حقیقت، حقیقت اوریان، چیز دیگری از این کانال نمیشنوین و نمیبینین. دوستان محترم، هموطنان عزیز، هم زبانهای گرامی، در این برنامه ما بحران اوکراین، روسیه و ناتو را مورد بررسی قرار میدیم و هم که در مقابل بحران موضع‌گیری کشورهای شرق میانه و جنوب آسیا را مورد مباحثه قرار میدیم. در اینجا کشورهای مورد نظر ما از مصر، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده و ترکیه و همچنان ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان است. ببینیم این کشورها در این مورد چی موضعی گیری کردن. اول از کشورهای عربی شروع میکنیم. کشورهای عربی در بحران جاری بین روسیه و ناتو، در حقیقت بحران که در وجود داره، این جنگی که در اوکراین داره، این جنگ یا یک بحران است، این منازعه است بین روسیه و ناتو که در خاک اوکراین اجرا میشه و متاسفانه به خون مردم اوکراین اجرا میشه. در اینجا کشورهای شرق میانه، کشورهای عربی موقف بی‌طرفانه را اتخاذ کردند با اعلامیه‌ای که صادر شد از طرف جامعه عرب. این با جنبه های انسانی و بشری و این منازعه تاکید صورت گرفت و از طرف این منازعه خواسته شد که این موضوع را از طریق مسالمت آمیز حل کند. مصر یکی از کشورهایی است که در این مورد منافع زیاد دارد در با روسیه. مصر سالانه نصف گندم مصر از روسیه می آید و همچنین از اوکراین می آید و میلیون ها توریست جهانگرد روسی و اوکراینی در مصر می آیند، در شرم الشیخ و بعض دیگر مناطق کنار بحیره سرخ استراحت می کنند و این میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار بگویم، به اقتصاد مصر سرازیر می شود. به این خاطر مصر نمی خواهد رابط خود با روسیه خراب کند. همچنان امارات متحده عرب با وجودی که دوست نزدیک امریکاست و همیشه در کنار امریکا بوده، اما از حمایت از اینکه امریکا در اواخر جنبش حوثی های یمن از لست تروریسم بین‌المللی کشیده، نارام است. به این خاطر رابط خود با امریکا کمی سخت ساخته، از خریدن طیارهای B-35 خودداری کرده و به عوض میخواهد Su-75 یا به اصطلاح چکمیت روسی را در خود امارات متحده عرب مشترکاً با روسیه تولید کنه. روابط روسیه با امارات متحده عرب بسیار خوب شده. همچنان نیمه از گندم مورد استفاده امارات از روسیه می آید و میلیون ها توریست روسی سالانه از امارات دیدن می کنند. به این خاطر نمی خواهد خود روابط خود امارات با روسیه خراب کنند. در مورد عربستان سعودی هم همین موضوع صادق است. عربستان سعودی با وجودی که دوست بسیار نزدیک امریکاست، اما عضو اوپک است و عربستان سعودی سالانه یک از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت دنیاست. این بحران سبب میشه که قیمتهای نفت در جهان بالا بره و این بالا رفتن نفت، قیمت نفت و گاز، به نفع چیز است، عربستان است و روسیه دومین کشور صادرکننده نفت و گاز است در دنیا.
در گاث و درجه اول هستم و در نفت درجه دوست، بعد از عربستان سعودی. به این خاطر منافع مشترک داره روسیه و عربستان سعودی در موضوع نفت. از این خاطر عربستان سعودی نمیخواد رابط خود با روسیه خراب کنه و به طرفداری اوکراین عمل کنه. و ایران در این قسمت هم منافع داره. پیش از که ایران را صحبت کنیم، راجع به ترکیه باید صحبت کنیم که ترکیه ما هم چون رابطه بسیار نزدیک با روسیه داره و از با همچنان عضو ناتو است. موقف ترکیه بسیار حساس است بلکه عضو ناتو است، اما در این بحران کوشش کرد که بی‌طرفانه عمل کنه. از ناتو و روسیه تقاضا کرد که از کشتی های جنگی خود از در این شرایط از دردانل عبور ندن به بحر سیاه و بحر مدیترانه تا کدام اتفاق رخ نده. از طرفین خواست که موضوع از طریق سلامه زر کنن. خود ترکیه هم رابط بسیار زیاد اقتصادی با روسیه داره. لوله های گاز و نفت از طریق ترکیه از روسیه میاد به اروپا صادر میشه و همچنین میلیون ها توریست روسی در ترکیه از استراحت میکنن. بنابراین روابط خراب با روسیه طرف با منافع ملی ترکیه سازگار نیست و ترکیه از روسیه سیستم دفاع هوایی S-400 با وجود اختلافات شدید یا پافشاری امریکا بر ضد از او خریداری کرد. اسرائیل هم در موقف عجیب قرار دارد. این قسمت با وجودی که به یک دوست بسیار نزدیک امریکاست، اما در این مورد نمیخواه رابط خواه با روسیه خراب کنه، چون در سوریه قوای روسی با اسرائیلی ها کار ندارن که سر موازی ملیشه های ایرانی حمله میکنن تیارات اسرائیلی و روس. و این تفاهم بینشان وجود داره که روسا جلوی از او رو نمیگیرن و تیارات اسرائیلی را سقوط نمیدن. به این خاطر اسرائیل نمیخواه رابط خود با روسیه خراب کنه که روسیه هم در مقابل از جلو حملات اسرائیل به موازی قوای ملیشای ایرانی در سوریه بگیره. به این خاطر با وجود گملانتای با طرفداری قطعنامه امریکا رای داد اسرائیل، اما در مجموع موقف بی‌طرف را در مقابل روسیه احراز کرد. ایران رابطه بسیار نزدیک با روسیه داره و رابطه بسیار خراب داره با امریکا و ناتو، و اما این بحران سبب این میشه که قیمت های نفت و گاز بالا بره و ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز است. این به مفادش تمام میشه این بلند رفتن قیمت ها. و همچنان روسیه که از دوستای بسیار نزدیک استراتژیک ایران هست و ایران نمیخواهد روسیه را ناراض بسازد در این شرایط، و به این خاطر موضع متخاصم در مقابل روسیه اتخاذ نکرده. افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم اعلان کرده که دولت طالبان اعلان کرد که ما در این موضوع از طرفین میخواییم این را با از رای مسلم تامیز حل کنن، این معضله را موقف طرفداری امریکا را یا روسیه را اتخاذ نکرد، چون طالبان میفهمند که روسا در آسیای میانه در شمال افغانستان نفوذ بسیار زیاد دارن و نمیخواه که روسا را چیز کنه، در این قسمت از خود ناراضی می‌سازد که تا روسا با از مخالفین طالبا حمایت نکنند. این قسمت این به مفاد استراتژیک طالبان نیست که روسیه مخالف طالبا شود، برعکس روسا کوشش میکنند طالبا را به خود نزدیک بسازند و بخصوص موقف کوشش ترغیب میکنند که موقف ضد آمریکایی بگیره طالبا. در اینجا با وجودی که نماینده افغانستان در متحد، نماینده که به اصطلاح اسمی افغانستان در متحد که از جانب دولت طالبان نمایندگی نمیکنه، ای از موقف امریکا حمایت کرد و بر ضد روسیه رای داد و طرفداری از قطعنامه‌ای که کشورهای غربی پیشنهاد کرده بودند رای داد.
ولی طالبا موقف رسمی دولت طالبا به او قسم نیست. پاکستان موقف بی‌طرفی اختصاص کرده، به خصوص عمران خان در این شرایطی که روسیه از طرف کشورهای غربی مورد تجرید قرار گرفته و کوشش در تجرید از دو صورت میگیره، از ماسکو دیدن کرد یک هفته قبل و با پوتین دید که این سبب خشم امریکا و غرب شد و کشورهای غربی سفرهایشان در پاکستان بسیار کوشیدن که پاکستان در ملان تایید از موضوعی ناتو حمایت کنه، اما نماینده پاکستان اصلا از سخنرانی در شورای امنیت و در مجمع عمومی خودداری کرد و هیچ نخواست که موضع ضد روسی بگیره. پاکستانی ها میخوان رابط خود با روسیه خوب بسازن. هندوستان در 70 سال گذشته موقف بی‌طرفی داشته، بی‌طرفی مثبت در مقابل امریکا و روسیه و اتحاد شوروی سابق، امی موضوع خود باز هم تاکید کرد و نخواست از یکی از جانبین حمایت کنه و جانب داری کنه و ای با موقف علنی هند ای سازگاری داره کاملا، چون هند با روسیه بسیار رابط گسترده نظامی سیاسی و اقتصادی داره و این نمیخواه این رابط خود با روسیه خراب سازه. هند هم در ملانتهید از موضع کشورهای ناتو حمایت نکرد و رأی مستنکف داد به ضد قطعنامه یا اروپا. در این نقشه می بینیم که این فعلا تقاضای غربی ها ایست که تقاضای ناتو ایست که تمام کشورهای اروپای شرقی را که سابق در او جز اتحاد شوروی بودن یا در پایمان وارسو بودن او جز از ناتو بسازن و این خلاف تعهداتی بود که با در زمان برهم در هم ریختن اتحاد شوروی سابق و خروج قوای شوروی از اروپای شرقی تعهدات سپرده بودن که هرگز به طرف روسیه پیشروی نمی کنند. اما با این تعهدات خود پابند باقی نماندن و بر ضد روسیه موضوع گیری کردن و تمام کشورهایی را که از روسیه از پایمان وارسا بیرون آمدن با عضویت ناتو پذیرفتن و حال کوشش میکنن که اوکراین هم با عضویت ناتو قبول کنند، در حالی که اوکراین نمیخوان با عضویت اتحادیه اروپا شامل کنن که مفاد مردم اوکراین است، اما با ناتو میخوان شامل کنن که روسیه را بتونن از لحاظ نظامی در حلقه خود قرار. دوستان عزیز، صحبت های ما تا امروز تا به اینجا بود. من از حضور شما بسیار تشکر میکنم. لطفا مشترک شوین با این چنل، سابسکرایب کنین و همچنین لایک بزنین و زنگ بزنین تا در آینده از ویدیوهایی که نشر میشه مطلع شین. تشکر از حضورتان. روز و شب شما خوش.